جناب آقای خورشیدی تشریف آوردن، کارشناس درختان مینیاتوری. اینم برای خودش کارشناسی جذابیه ها. آقا سلام. سلامت باشید ارادتمندم. صبحتون بخیر. صبح بخیر. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم و دوستان و علاقمندان خاص گل و گیاه، بالاخص درختان مینیاتوری که البته به عنوان حالا بونسای میشناسیمش. اگه اجازه بدید یه توضیح من یه سوال بپرسم. همه میگن این بونسای من مثلا فلان، این بونسای من فلان. بونسای معنای گیاه نیست، اسم گیاه که نیست. بونسای یک فرایندی است که هر گیاهی ممکنه به بونسای بونسای اون گیاه باشه. درست میگم؟ این موضوعی که خیلی ما هم تو مشاوره هامو هم تو پیامایی که میفرستن خیلی موضوع سوال داریم و دوستان میفرستن میگن که ما یک بونسای داریم خراب شده. چه بونسای داری؟ همون میگیم چه گیاهی؟ میگم بونسای. هر چی اسمش بونسای. ببینید بونسای، خب شما میدونید قطعاً یک واژه به عنوان چینی و ژاپنی اومد وارد شد و یعنی درخت در گلدان، بون و سای دو تا کلمه هستش، یعنی درختی که توی گلدان کم عمق بذاریم، سای میشه گلدان کم عمق یا سینی. حالا هر درختی که ما بتونیم به عنوان یک درختچه کامل درستش بکنیم و توی گلدان کم عمق بذاریم، اون موقع میشه تبدیل بشه به بونسای. یعنی اون عملیات هست. ولی وقتی ما توی مثلا ممکنه ما بونسای گردو داشته باشیم، بله. بونسای توت داشته باشیم، بله بله. بونسای نمیدونم پرتقال داشته باشیم، دقیقاً درسته؟ همه این چیزا. بونسای انار هست، بونسای گل کاغذی هست، نمیدونم آدنیوم هست، شفلراس، حالا خیلی گیاهان دیگه ای. ولی مثلا این گردویی که شما فرمودین، گردو رو ما خیلی توی بونسای استفاده نمی کنیم. مثال زدم. همین رو میخوام بگم چون اطلاع داشته باشم مردم، به این خاطر که ریشه عمودی داره. نمیتونیم تو گلدون هم درختانی باید باشن که ریشه های افقی داشته، ریشه هاشون رو ما بتونیم افقی بکنیم. حالا ما کاری که انجام میدیم، مثلا این درختچه نارون هستش، این نارون هستش، به اصطلاح میشه تقریبا بهش گفت بونسای، چون هنوز کار داره. این درختچه 3-4 سالی روش کار شده و مدام هرس میشه، فرمدهی میشه، برگاش، سایز برگاش کوچیک میشه، شاخه ها. اینو هم از قصد آوردم که سیم هستش، ما با سیم گیاه رو میبندی. حالا بعضی وقت دوستان میان میگن گیاه اذیت میکنیم، بعضی وقت میگن خوشگل کردن یه مقدار دردسر هم ممکنه داشته باشه دیگه. یا مثلا این گیاه، این الان بسته شده است، این با سیم، این گیاه یک پیش بونسای هست. خب یک درختی که درختچه‌ای که میخواد در آینده تبدیل بشه به یک بونسای و هنوز فاصله داره. فرایندش چیه؟ مثلا این چه درختی بوده؟ این درختچه فیگوس رتوزا بود. خب 2 سال پیش یک نهال کوچیکی بوده، ما از نهال شروع کردیم. خب حالا اگر بشه توی برنامه بعد باشه، ما میایم اون فرایند رو نشون میدیم از نهال به چه شکلیه. چون خیلی همین سوال دارن که ما بذر بونسای خریدیم. خب بذر بونسای نداریم. بونسای چیزی اصلا به عنوان بذر نداره. مثل اینه که همیشه تو کلاس ها میگیم، مثل اینکه شما یه چیزی بخری، به شما یه چیزی بدن بگن کچلوار میشه. نمیشه. یه نخی رو شما تهیه میکنید، میدید خیاط، حالا پارچه میدوزه و بعد تبدیل میشه به لباس. یک فرآیندی که یک شخصی که متخصص هست اون کار رو انجام درست داده. یه سری گیاهانی هستش به عنوان جینسینگ که ریشه های برجسته ای هم داره، بله. و یا پیوندی هستش که میاد مثلا فیکوس میکروکارپا یا به عنوان میگیم شمشاد، اون رو روی گیاه پیوند میزنن، روی پای جینسینگ پیوند میزنن و به عنوان بونسای میفروشن. خیلی راجع به این گیاه سواله. اول بگم که به خاطر شکل و شمایلش گیاه خیلی زیباییه، ولی بونسای نیست. چون بونسای یک عالمه اصولی داره که باید رعایت بشه توش، از تنش، از فرمش، از جایگاه شاخه هاش و از سایز برگ هاش و همه این چیزا. ولی به عنوان گیاه زیبا دوستش داریم، همه نگهداری میکنن، هممون هم احتمالاً داشتیم. خود منم حدودا شاید 12 سال پیش اصلا با همون جینسینگا افتادم تو این عالمه بونسای. یه گیاهی بود که نفهمیدم راه درمانش چیه، مریض شد و انقدر رفتم دنبالش تا بالاخره این موضوع یاد گرفتم، متوجه شدیم چه شکلی هستش. ولی اون گیاه ها به خاطر شکل ریشه شون خیلی زود بیماری قارچی میگیرن. حتما اگر گیاه جینسینگ دارین، سالی دو مرتبه حداقل قارچ کشی داشته باشن براش. این موضوعی که خیلی وقتا ریشه هاشون پوک میشه، برگ‌ها زرد میشه، این سوالاتی که خیلی میپرسن و چیزی که میشه گفت حتما این رو باید قارچ‌کشی براش انجام بدیم. و بافت خاک بونسای هم خیلی مهمه. حالا اینجا میبینید مثل سنگ هست، بله. این خاک بونسای هر با سنگ ریزه باشه، ترکیبات خاصی هستش. حالا مثلا ما به اینا میگیم لاوا راک، یه سری سنگ های مد، اینا از پومیس، تورفیس، یه سری موادی هستن که آب و رطوبت رو نگه میداره
ولی این رطوبت رو نگه میده ولی آب رو نگه نمیده و اجازه میده ریشه کامل رشد بکنه. یعنی من تو خونم نمیتونم مثلا خاک باغچه بردارم بریزم بونسای درست کنم. احتمال یعنی مشکل زیادی که پیش میاد به همین دلیل که ریشه ها میپوسه. به همین دلیل که زهکشی خروجی آب کافی نیستش. ولی وقتی ما از این نوع خاک ها استفاده میکنیم، خاکی که زهکش خیلی بالایی داشته باشه، باعث میشه که هر وقت آبیاری بکنیم آب کامل خارج بشه. یعنی دوره آبیاری گیاهان آپارت گیاهانی مثل بونسای به این شکلی که ما بعد سیرابش بکنیم حدی که آب خارج بشه از زیر گلدون. حالا لایه‌بندی زیر گلدون و زهکشی خاک و اینها جزء اصول کارشون هست و بعد ما میاد براشون از کود استفاده میکنیم. ماهانه سری کودهای جامدی دارن میذاریم داخل خاک که تغذیهشون انجام میشه. ولی میگم مشکل زیاد دقیقا این هستش که به دلیل زهکشی ناکافی که خاک داره و گلدون ریشه ها میپوسه قارچ میگیره و اصرارمون همیشه این هستش که گیاهانتون رو همیشه قارچ کشی داشته باشید براشون، حالا توی بونسایی که به عنوان عموم میشناسن همون جینسینگ ها، و حتما خاکشون چک بکنید زمان آبیاری. یعنی اگر خاک معمولی هستش با یک خلال دندون خیلی راحت داخل خاک میزنیم چند لحظه میمونه خارج میکنیم. اگه حالت خاک چسبیده باشه بهش مشخصه که عمق خاک خیسه هنوز، ولی در غیر این صورت میتونیم سیرابش بکنیم. خیلی این کار نمی کنن، مدام آبیاری می کنن، آبم خارج نمیشه. چقدر یه بونسای حالا بونسای که گیاهای مختلف مقدار آبی که میخواد فرق میکنه؟ اگر از خاک درست و گلدون با زهکشی مناسب استفاده بشه، ما توی گلدون حالا نمیشه خیلی تو تصویر نشون داد، روزنه که زیر داره بزرگه، از داخل روی روزنه توری میذاریم و توریه رو با سیم میبندیم روش سنگ میریزیم که مطمئن بشیم اونجا گل نمیشه، قطعا آب خارج میشه و بعد حالا ما از این خاک استفاده میکنیم. این گیاه چون حالا توی پانسیون نگهداری میشه، توی چرت گلخونه نگهداری میشه، هر روزی که دوباره آبیاری میشه هیچ مشکلی هم براش به وجود نمیاد، چون آبی که نیاز داره رو میگیره باقیش رو خارج میکنه. قاعدش چیه؟ قاعدش اینه که هر زمان بونسای توی خونه دارن چقدر آب بدن؟ هر زمان بسته به عمق گلدونش هست، بسته به شهری که زندگی میکنه، آب و هوا اون شهر، حالا میزان رطوبتی که وجود داره و بسته به فصل هستش. ولی ما میگیم نصف گلدونت اگه خاکش خوش شد میتونه آبیاریش بکنی. آها، هر وقت احساس کنی نصف گلدون آره خوش از همون خلال دندون استفاده کنیم. حالا یه گلدون ممکنه عمیق باشه، یه گلدون ممکنه عمقش کمتر باشه، با همون خلال دندون تست میکنیم. نصف گلدون که خاکش خوش شد از بالا خوش میشه دیگه. بله بله بله، نصفش خوش میشه میتونیم آبیاری بکنیم چون ریشه های بالا نیاز به آبیاری دارن. و این سوال هم هست که میگن چقدر آب بدی؟ آره. یکی اینکه آب استفاده بکنن که املاح نداشته باشه، یعنی همدما با محیط شده باشه، همدما با محیط شده باشه، مثلا آب جوشیده سرد شده میتونه باشه، آبی که 24 ساعت مونده باشه و املاح رفته باشه بهتر هستش. و اگر درخشای بونسای دارن بجز جینسینگ ها، حالا درخشای دیگه دارن، میتونه از بالا آبیاری بکنه. آها، روش یک سری مواد غذایی تو برگ‌های گیاه وجود داره که وقتی آبیاری از بالا میکنیم این مواد غذایی انتقال پیدا میکنه به ریشه‌شون. یعنی دقیقا همون موضوع طبیعت هست دیگه، هر چیزی که ما تو طبیعت میبینیم میاریم توی بونسایمون رو لحاظش میکنیم. یه چیزی که منو خیلی درگیر کرد این که حالا ما دغدغه‌های کاری که داشتیم، موضوع کاری من چیز دیگه‌ای بودش یا همچنان هست، یه چیزی که از اون استرسه و از اون نگرانی‌های روزمره من رها می‌کرد کار کردن با این درخچه‌ها بود. یعنی همون زمانی که میذاری شروع میکنی برگ‌ها اینو هرس کردن، شروع میکنی فرم دادن. هرس کردن اینا فرق داره درخچه‌ها، هر کدوم یه نوع هرس داره. مثلا اینها رو توی نارو ما میگیم که برگ‌ها وقتی بلند میشن یکیشو بکنیم، برگ‌هاشون وقتی به 4 جفت 5 جفت میرسه یک جفت یا دو جفتشو نگه میداریم باقیشو میزنیم. ولی توی یه سری گیاهان دیگه نه، فقط مثلا باید شما فصل بهار هرس بکنیم فقط. حالا اونها خیلی مسائل تخصصی داره، ولی ماجرای کلی که برای مردم هست این که فرم گیاهتون حفظ بشه. الان من صبح داشتم اومدم دیدم این شاخه داده جدید خیلی پر شده، یه قیچی زدم این فرم جایگاه حفظ بشه. حالا توی فرم دهیش ما یه سری فرم مثلثی داریم و فرم هرمی داریم که به خاطر اینکه هنر چین و ژاپن هستش سعی می‌کنی به اون هرمه نزدیک باشه فرمش، یا در نهایت یک فرمی از طبیعت باشه، یک گیاهی شبیه این تو طبیعت دیده باشیم. اگر شبیه این باشه میتونیم ایجاد بکنیم. یا مثلا حالا توی این گیاه ما اینو سیم بندیش می‌کنیم تا نزدیک بشه به یک درخچه تو طبیعت،
یعنی شکل میدی با سیم بهش. بله بله. یعنی رشدش رو مسیر بهش میدی. این سیم ها رو که میبندیم، حالا سیم های مخصوصی هستش و انعطاف پذیره برای اینها که بتونه آسیب به گیاه نزنه و در این حال فرم نگه داره. و بعد از 6 ماه که میبندیم سیم ها رو باز بکنیم، اون فرمی که مخاصیم و گیاه گرفته. بسیار خوب. خیلی دنیای جالبیه. بریم برگردیم بیشتر با آقای خورشیدی صحبت کنیم.